خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه سوم از سلسله جلسات تاریخ فلسفه تحلیلی رو آغاز میکنیم. بابت هفته گذشته ابتداعا عذرخواهی میکنم، من کسالت داشتم و نشد در خدمت دوستان حاضر باشم. امیدوارم که بدون وقفه از این هفته تا پایان این دوره 8 جلسه‌ای مباحث رو پیش ببریم. باری نوبت پیشین رسیدیم به بحث از تحولات تاریخی ابتدایی فلسفه تحلیلی یا به تعبیر دقیق‌تر ادوار فلسفه تحلیلی. من راجع به راسل و مور توضیحات تکمیلی مبسوط رو دادم، وعده کردم این نوبت در باب فرایگه و ویتگنشتاین به روایت تراکتاتوس سخن بگویم تا برسیم به دورهای بعدی فلسفه تحلیلی و تا جایی که کلاس ما اجازه میدهد، یعنی مجالش فراهم است، من به مکتب آکسفورد، مکتب کمبریج و تحولات و تطورات فلسفه تحلیلی در نیمه دوم قرن بیستم هم بپردازم. در باب فرایگه اگر بخواهم به ایجاز و اجمال سخن بگویم، میتوان او رو هم مبدع فلسفه، ببخشید، مبدع منطق نوین قلمداد کرد به توضیح که خواهم آورد، و هم شاید اولین کسی در میان آباء فلسفه تحلیلی که قصه ابجکتیویتی و عینیت معنا رو در مقالات خود طرح کرد. من فقره ای از فقرات مقاله اندیشه رو امروز میخوانم برای شما و نکات تکمیلی در باب آن رو ذکر میکنم. مادامی که وقت داشته باشیم امیدوارم برسیم، من مقدمه تراکتاتوس رو هم امیدوارم برسم بخونم و پاره از مضامینش رو توضیح بدهم، به جهته چنان که مستحصلی اهمیتی که این کتاب در تاریخ فلسفه تحلیلی داره. خب این نقشه بحث امروز ما و احیانا بخشی از جلسه آتیمون، بذارید مطابق با همین نقشه‌ای که ترسیم کردم بحث رو پیش ببریم. فرایگه میدانید نوبت پیشین هم اشارتی رفت، با ریاضیات جدید آشنا بود و منطق جدید رو هم بر این اساس پیافکنی کرد. به اختصار بخوام بگم، چون اینجا هم من به اصطلاح تابلو ندارم تا ترسیم بکنم پاری از این فرمول‌های ریاضی رو، اما خب چون دوستان فاضل حاضر در این محفل هم دانشگاهی هن و با ریاضیات جدید و منطق جدید در حدی که دست کم در دبیرستان ها تدریس می شده آشنا هستند، دوستانی که خب رشته های ریاضی مهندسی هن ریاضیات پیشرفته رو هم خوب می دانن. مفهوم تابع یا فانکشن از برساخته های فرایگه بود. شما ملاحظه بکنید مثلا مطابق با منطق قدیم، منطق ارسطویی، من اگر میخواستم راجع به رضا یک اطلاع رسانی بکنم میگفتم که رضا بلند قد است یا رضا کوتاه قد است، درست؟ یک موضوع داشتیم که رضا باشه، یک محمول که بلند قد بودن یا کوتاه قد بودن، و است که رابط در واقع گزاره 3 مؤلفه‌ای بود یا 3-partite، از یک موضوع، یک محمول و یک فعل رابط تشکیل شده بود. این اصل و اساس منطق ارسطویی است بنابر یک روایتی که محل عنایت فرایگه و منطقدانان جدید هم بوده است. حالا با عنایت به برساختن مفهوم تابع
در ریاضیات که دوستان فاضل ما در این محفل با این مفهوم یا فانکشن آشنایی دارن، شما در مفهوم تابع چه میکنید؟ یک دامنه دارید و یک برد دارید، یک سری نقاط که در دامنه هست به یک سری نقاطی در برد اینا متصل میشن، درسته؟ حالا همین کار رو فرگه در وادی منطق انجام داد، به این معنا که معتقد بود ما وقتی که فی المثل میخواهیم راجع به همون مفهوم قد بلند بودن رضا صحبت بکنیم، یا رضا بلند قد است یا رضا کوتاه قد است، ما یه تابعی داریم به نام بلند قدی، اف ایکس مساویه با بلند قدی فرض بفرمایید. خب به میزان شناسه‌های مختلفی که مصادیق مختلفی که جای ایکس میذاریم تابع ما نتیجه متفاوت میده. به این معنا او میگفت که ما راجع به جمله‌ها و گزاره‌ها که میخواییم سخن بگیم در واقع از یک منطق دو جمله‌ای تبعیت میکنه، یا بگیم دو مؤلفه‌ای به تعبیر دقیق تر. مفهوم فانکشن رو آورد در وادی منطق و از آن استفاده کرد. اگر من بگویم فیلم مثلا fx مساویه با x2 به اضافه 2x به اضافه 1، شما اگر به x 1 بدید نتیجه چی میشه؟ میشه 4. اگر به x 2 بدید عرض میشود که میشود 9 و قص الهازا. یعنی fx تابع xه و بسته به مقادیری که شما به x بدهید نتیجه تابع شما عوض میشه و تغییر میکنه. خب این رو فرگه آورد و در باب منطق گزاره ها و جهت فهم اونها استفاده کرد و گفت ما نباید از منطق سه جمله ای و سه مؤلفه ای استفاده بکنیم، تری پارتایت، همان چه که منطق ارسطویی بود. گفت این چنین بهتر میشه، توضیح داد و عرض میشود بر این سیاق منطق جدید رو فرگه پیافکنی کرد. من اگر اجازه بدید بیش از این در این باب توضیح ندهم، دوستان رو میتونم به منابع مختلفی ارجاع بدهم جهت فهم بهتر این مقوله، چون برای ایضاحش من احتیاج دارم که برخی نکات رو بنویسم و چون ندارم امکان اون رو، یه خود ممکنه سخت بشه. من در شرحی که بر رساله منطقی فلسفی نوشتم و دوستان احتمالاً کتاب رو دیده باشن یا در اختیار داشته باشن، بر سبیل مقدمه توضیحاتی راجع به فرگه و منطق به نزد او دادم. میتونن دوستان اون رو اونجا ببینن، توضیحاتی که راجع به مفهوم تابع داده شده و استفاده ای که ویتکنشتاین از فرگه کرده است که همطور که گفتم مقادیر مشخصی داره، متغیر مستقل داریم، متغیر وابسته داریم و اینجا از نظر فرگه ما میتونیم گزاره مثل رضا ورزشکار است رو اف ایکس رو بذاریم ورزشکار بودن و بنویسیم ایکس ورزشکار است و به ازای مقادیر مختلفی که به جای ایکس قرار میدهیم گزاره های مختلفی رو به دست بیاریم. مثلا میشه رضا ورزشکار است، فریبا ورزشکار است، فرزاد ورزشکار است. همطور که توضیح دادم نکته مهم این است که در این میان گزاره رضا ورزشکار است از سه مؤلفه مجزا و مستقل تشکیل نشده، بلکه متشکل از دو مؤلفه است، شناسه و تابع ورزشکار بودن که به ازای مقادیر مختلف قرار داده شده محصولات گوناگونی رو نتیجه میده. به این معنا مطابق با رأی فرگه ما خصلت رابطه ای بودن منطق رو و همچنین خصلت ببخشید رابطه ای بودن منطق به زبان و گزاره هایی که در زبان صورت بندی و ابراز میشن تسری پیدا میکنه. دوستان میتونن هم به این کتاب من یعنی رساله منطقی فلسفی و شرح و ترجمهش مراجعه بکنن، همچنین به مقاله گوتلوب فرگه و تحلیل منطقی زبان در کتاب از ارسطو تا گودل نوشته ضیاء موحد. اونجا هم این رو ایشان خوب توضیح دادن
میتونن عزیزان به این مقاله هم مراجعه بکنن جهت فهم بهتر از میشود قصه مقوله راخصلت و مقوله رابطه بودن زبان و گزاره‌هایی که در زبان صورت بندی میشن. در واقع این رو فریگه از ریاضیات گرفت، از تحولات که در عالم ریاضیات رخ داده گرفت و به زبان و گزاره‌هایی که در زبان صورت بندی میشوند تسری داد. خب این از مقوله اول در باب تصویر و تلقی فریگه از منطق. من حالا به بحث از ویتگنشتاین که برسیم و تراکتاتوس به این دوباره بر میگردم، یعنی تأثیراتی که ویتگنشتاین متقدم از فریگه گرفته است. اجازه بدید قبل از اون به یکی از مضامین مهم طرح شده توسط فریگه هم بپردازیم. مقاله اندیشه از مقالات کلاسیک تاریخ فلسفه تحلیلیه. خوشبختانه به فارسی هم این مقاله برگردانده شده و آقای محمود یوسف ثانی از دوستان و همکاران ما در انجمن حکمت و فلسفه روزگاری که من ایران بودم، خوشبختانه مقاله رو به فارسی خوبی برگرداندن. لب ایده فریگه در این مقاله که نسبتی هم با آراء فیلسوفان تجربی پیش از خود داره، هم نقد روانشناس، هم توضیح و عرض می شود تبیین مقالطه موسوم به روانشناسی گرایی یا سایکولوژیزم به توضیح که خواهم گفت، و بعد در ادامه دفاع از عینیت معنا. خب ببینید، بذارید این رو من توضیح بدهم. احیانا اگر ابهامی بود یا نیازی به توضیح بیشتری داشت دوستان بعدا از من بپرسن. فریگه معتقد بود که فیلسوفان امپریسیستی، من در مقاله‌ای که اخیرا تحت عنوان ذات دین از من منتشر شده است در پاره‌ای از پانوشت‌های اون مقاله هم به این قصه اشاره کردم، سرش رو عرض میکنم، نه به فریگه بلکه به ایده‌ای که توسط لاک و برخی دیگه از امپریسیستا محل توجه بود و بدان باور داشته. ببینید مقوله معناداری خب از صده ها پیشتر مطمح نظر فیلسوفان بوده است. فیلسوفی مثل سقراط هم که تاریخ فلسفه میشه گفت با او آغاز میشود در یونان باستان، حالا ما فیلسوفان پیشا سقراطی هم داشته ایم، اما ایده های او به این معنا تنین انداز بوده است در درازنای تاریخ فلسفه. در باب معانی مفاهیم فلسفی چنان که می دانید سخنان بسیار گفته است، دست کم نوعی برین استورمینگ، نوعی ذهن رو به تلاطم واداشتن و گزیدن از مؤلفه های تفلسف به نزد او بوده. خوب یعنی چی؟ عدالت یعنی چی؟ و امثاله. شبیه این راجع به نور هم نوبت پیشین البته به عنوان فیلسوف قرن 19 و قرن 20 طرح کرد. خب ملاحظه بکنید یکی از پاسخهایی که هم فیلسوفان امپریسیست به این پرسش داده اند که حدود و صغور معناداری چیه، و هم انسانهایی که ذهنیت فلسفی نداشته و ندارن احیانا این پاسخ رو دادن، میتونه از این قرار باشه که من اگر به شما فی المثل میگویم که معنای واژه خیار چیه و چگونه خیار افاده معنا میکنه، یا گلابی یا آسمان، فرقی نمیکنه. یک پاسخ متصور که در طول تاریخ فلسفه هم قائلانی داشته است این میتونه باشه که ما یک منتال ایماجی، یه تصویر ذهنی از خیار داریم. این تصویر ذهنی مشابه با خیار بیرونی در عالم خارجه، و وقتی که این resemblance و شباهت میانه تصویر ذهنی من از خیار و خیار بیرونی دیده میشود، اون وقت است که من میتوانم بگویم این خیار است و به نحو معناداری راجع به خیار صحبت بکنم. بر همین سیاق است گلابی، درخت، باران، همه آنچه که در جهان پدیداری و پیرامونی دیده میشه. لاک امپریسیست
انگلیسی با فام کردن مفهوم رزیمبلنس این رو در آثار خیش توضیح داده. حالا من در اون مقاله اگر دوستان دیده باشن بحثم راجع به مفاهیم کلیه و توضیح دادم که به چه معنا ارسطو به اصطلاح ذاتگرا بود یا کانسپچوالیست بود، یعنی معتقد بود که مفاهیم کلی باید وجود داشته باشند، مفاهیم کلی که به تعبیر موتنشون ذهنه و از طریق دلالت این مفاهیم کلی بر مصادیقشونه که معنای مفاهیم تکون پیدا میکنه. اون مفهوم کلی به نزد ارسطو عبارت است از مابه الاشتراک همه مصادیق اون مفهوم. مثلا اگر من راجع به مفهوم میز صحبت میکنم، چند مؤلفه در میان تمام میزهای موجود اگر مشترک باشه، مثلا چارپایه بودن، چوبین بودن، مثال میزنم، این مؤلفه ها رو ما احراز میکنیم، استقسام میکنیم، مفهوم کلی میز یا مفهوم کلی انسان یا مفهوم کلی درخت مشتمل بر این مؤلفه هایی است که ما به اشتراک میان مصادیق مختلف و به این معنا و از این طریق معناداری تکون پیدا میکنه. خب این موضع ارسطوئه. در مقابل موضع افلاطون که او هم قائل به مفاهیم کلی بود و در این حال معتقد بود که موتن اونها در عالم مصله. مطابق با صورت بندی من که در آراء پاره از فیلسوفان تحلیلی هم آمده است، به این موضع ما میگوییم سمانتیک اسنشیالیسم، یعنی دلالت ذاتگرایی دلالت شناسانه، یعنی موضعی که بر این باور است که معناداری از طریق مفاهیم کلی صورت میگیره، افاده معنا. لاک هم در میان فیلسوفان جدید با طرح ایده رزمبلنس یا شباهت که اکنون بهش اشاره کردم بر همین سیاق حالا با صورت بندی خودش گام برمی‌داره، یعنی معتقد منتال ایماج یا تصویر ذهنی یا تصویر ذهنی مفاهیم کلی باید وجود داشته باشه و شباهتی میان اونها و مصادیق در عالم خارج یافت بشه تا ما از معناداری سخن بگیم و چگونگی تکون هم. درسته؟ خب فروید همینجا نقد میکنه موضع کسانی مثل لاک رو و معتقد است که سرمایه گذاری چندانی روی منتال ایماج نمیشه کرد و منتال ایماج به جای این که شأن و اهمیت فلسفی داشته باشه، شأن و اهمیت روانشناختی داره، ناظر به ساز و کارهای حاکم بر ذهنه. توجه فرمودید؟ به توضیح که حالا خواهیم خوند پاره از فقرات مقاله رو. و این نوع تمسک جستن به تصاویر ذهنی برای برساختن نحوه دلالت یا مقوله معناداری رو بهش مقالطه روانشناسی گرایی نام میدهد، سایکولوژیزم. به این معنا فرگه از مقالطه روانشناسی گرایی یاد میکنه. جالبه چند جا ویتکنشتاین تحت تأثیر فریگه است به صراحت در تراکتاتوس. به همین خاطرم هست که تا کسی با فریگه و راسل آشنا نباشه تراکتاتوس رو خوب نمیتونه بفهمه و معنا کنه. افزون بر موجز بودن و پوئتیک و شاعرانه بودن و به تعبیری که از شارحان پیامبرگونه بودن کتاب تراکتاتوس که خودش مخل فهمه یا دست کم فهم رو ثقیل میکنه، باید اون پیشینه هایی که بران بنا شده از کتاب تراکتاتوس هم مد نظر باشه و آشنایی با ایده های فریگه و راسل شرط اول قدم است. خب راسل که مقدمه نوشته به این کتاب و قصه آندینوتین رو یا در باب دلالت رو که نوبت پیشین خوانده ایم و بحث کرده ایم و اتمیزم منطقی آن یکی از ستونهای تراکتاتوس، هرچند ویتکنشتاین خب با نبوغی که داشت و خلاقیتی که در اون سراغ میتوان گرفت شارح راسل و فریگه نبوده، از اونها فراتر رفته مسلما، اما متأثر از ایشان هم بوده است.
یکی از این ایده ها ایده سایکولوژیزمه و روانشناسی گرایی و مقالطه روانشناسی گرایی که کاملا ویکنشتاین متاثر از اون بوده است. ملاحظه بکنید قصه روانشناسی گرایی و پس زدن نقش ذهن در مسائل فلسفی از ایده هایی بود که در نیمه اول قرن بیستم میان فیلسوفان رونقی داشت. معتقد بودند نباید میان فلسفه و روانشناسی خلط کرد و اگر ما راجع به سازوکارهای حاکم بر ذهن سخن بگوییم، هر نامی که این کار داشته باشه، اعم از روانشناسی گرایی یا عرض می شود که یعنی بحثای روانشناختی یا بگویید بحثای تجربی راجع به ذهن و سازوکارهای حاکم بر آن، هر چه که باشه تفلسف نیست. خب بر همین اساس در واقع میشه گفت لب استدلال فرویده اینه که ما مقوله‌ای تحت عنوان ذهنی بودن معنا نداریم. او میکوشه از ابجکتیویتی معنا دفاع بکنه با رد ذهنی بودن معنا. من اجازه بدید صورت بندی خودم از استدلال فرویده رو براتون بخونم و بعد پاری از فقرات مقاله تات فرویده رو. مقاله سالها پیش تحت عنوان فرویده ویتکنشتان و استدلال زبان خصوصی از من منتشر شده. این مقاله در کتاب سکوت و معنا جستارهایی در فلسفه ویتکنشتاین منتشر شده است. ابتدا اون به صورت انگلیسی نگاشته شد به همراه دوستی آقای رضا مسمر که الان هم برگشتن و دکتری فلسفه تحلیلی از انگلستان گرفتن و ایران مشغول به کار و فعالیتن. در سمینار بین المللی فلسفه تحلیلی در انجمن حکمت و فلسفه این مقاله ابتدا خوانده شد و بعدها توسط یکی از دوستان و دانشجویان من به فارسی برگردانده شد و در کتاب گنجانده شده است. خب من ابتدا اون صورت بندی که متضمن آرتیکولیت کردن استدلال فرویده در مقاله اندیشه است رو ذکر می کنم چنان که در این مقاله آمده است و بعد مبتنی بر همین استشهاداتی از مقاله تات یا اندیشه رو برای شما می خوانم. خوب به این صورت بندی توجه بفرمایید. حالا اگر دوستان حد فاصل این جلسه و جلسه بعد بتوانند مقاله و کتاب رو هم ببینند و پیش نظر داشته باشن بهتر کمک میکنه، چون من هفته آتی هم به این کتاب ارجایی خواهم داد دوباره در سیاق دیگری. مقدمه اول، اگر معنا تصور و امری ذهنی باشد هرگز نمیتوانیم با یکدیگر ارتباط کلامی برقرار کنیم. این آرتیکولیشن و صورت بندی منه، ما از این سخنان فرویده. پس مقدمه اول، اگر معنا تصور و امر ذهنی باشد هرگز نمیتوانیم با یکدیگر ارتباط کلامی برقرار بکنیم. توضیح میدهم چرا. مقدمه دوم، ما میتوانیم با سایر کاربران ارتباط کلامی و داد و ستد معنایی برقرار کنیم و مراد خیش را با استعمال واژه‌ها و جملات در سیاق‌های مختلف به یکدیگر انتقال دهیم. این هم مقدمه دوم، یعنی ما میتونیم با سایر کاربران ارتباط کلامی و داد و ستد معنایی برقرار بکنیم. از این دو مقدمه نتیجه میگیریم که معنا تصور نیست، یعنی منتال ایماج نیست. معنا منتال ایماج نیست. خب از نظر فرویده میشه این چنین گفت که ذهن ظرف پر از تصوری، ظرف پر از تصویری نیست که کاربر زبان تصاویر درون اونها رو فرا بخونه و از طریق واژه ها و جمله ها آنها رو به شیوه های مختلف به کار بگیره. ببینید، بذارید اینو توضیح بیشتر بدهم جهت فهم بهتر مراد فرویده. من الان وقتی که با شما صحبت میکنم، همین الان، البته که پاره از واژگانی که ذکر میکنم برای شما تصویری رو به ذهن متبادر میکنه. الان من میگم برج‌های دوقلوی نیویورک، یه تصویری در ذهن شما از این متبادر میشه. میگویم محمود احمدی نژاد،
میگویم سید محمد خاتمی. عرض می شود که میگویم مجسمه آزادی و امثاله. اینا یه تصاویری در ذهن شما ایجاد میکنه و همه ما با تصویر و ایماج سر و کار داریم، درسته؟ نکته ای که فریگل میخواد برش تاکید بکنه، نه اینکه منکر وجود این تصاویر باشه، منتال ایماج ها، بلکه منکر ربط و نسبت اینها با پیدایی و تکون معناداری. میگوید این تصاویر قوام بخش معناداری نیستن، قوام بخش سازوکارهای حاکم بر ذهن. درست به ما نشان میدهند که ذهن ما میتونه مملو و از تصاویر باشه و ما با تصاویر مأنوسیم و زندگی میکنیم، اما اینکه معنا تصوری در ذهن کاربر زبان، به اینه که فرگ حمله میکنه. اینکه ذهن یه ظرف پر از تصویریه که کاربر زبان اون تصاویر رو استخدام میکنه برای افاده معنا، برای سخن گفتن معنا دار. به این تصویر و تلقی است که فرگ حمله میکنه. میدونی چرا؟ یه استدلال نسبتاً روشن هم داره، چنان که در مقدمه اول آوردم با خواندن اون فقرات روشن‌تر میشه. استدلال اینه که من به ذهن شما و آنچه که در ذهن شما میگذرد دسترسی ندارم، اکسسی ندارم به آنچه که در ذهن و ضمیر شما میگذرد. تصویری که شما از درخت دارید، من که دسترسی به اون ندارم، شما هم دسترسی ندارید به تصویر و تلقی من از درخت و امثاله. اما بدون اینکه این اکسس رو داشته باشین، میتونیم با یکدیگر سخن معنادار بگیم. شما تصویرتون از درخت مال خودتون، تصویر ذهنی منم از درخت مال خودم، اما اینا اهمیت سمنتیک نداره، اهمیت معناشناسانه، دلالت شناسانه نداره. پیدایی معنا متوقف بر مخزنی که پر از تصاویر است در ذهن نیست، چنان که خواندم از فرگه و توضیح دادم، بلکه حالا پاسخ او این است که ما یه وعا و قلمروی دیگری داریم به نام قلمروی معانی. یک قلمرو قلمروی جهان پیرامونیه یا محسوساته، یک قلمرو قلمروی ادراکاته یا آنچه که در ذهن میگذرد. بعد قلمروی سومی رو هم فرگه اضافه کرده که معتقد معانی اونجا حضور دارن، یعنی یه امری که ابجکتیوه و محل عنایت یا بگوییم در دسترس برای دیگران. حالا اینکه با پاسخ فرگه چقدر ما همدلیم و اون رو برمیگیریم یه امر است. نقدی که به امپریسیست ها، نقدی که به منتال ایماج و تصویر ذهنی که مطلیت داره در تکون معناداری، امر دیگری است. من اکنون در مقام توضیح دومی هستم، در مقام تقریر و تنسیق سخنان فرگه در رد ذهنی بودن معنا. توجه فرمودید؟ بذارید حالا اون نقل قول ها رو بخوانم تا عرائزم روشن‌تر بشه. به آنچه که در ذهن ما می‌گذرد، اون تصاویری که ذکر کردم، تصویری که من و شما از درخت داریم، از عرض می‌شود که گلابی داریم، آبشار، دریا، هر چه که هست، به اینا ایده میگه. تعبیر ایده رو فرگه در واقع اونها به کار میبره و معتقده که ایده مقوم معناداری نیست. خب سنس دیتا و داده های حسی که ما داریم در قالب ایده ها بروز و ظهور میکنن، اما ایده ها کاملا مختص به هر فردی. نقل قول شما در نظر بگیرید، میگوید که آن ارتسام حسی از سبز که در من است، این از مقاله اندیشه فرگه است، توجه بفرمایید، آن ارتسام حسی از سبز که در من است تنها به دلیل وجود من موجود است، من دارنده آن هستم. به نظر ما اینکه یک درد، یک خلق و خو یا یک خواسته مستقلاً و بدون کسی که دارنده آنهاست در این عالم از جایی به جایی برود محال است. وجود احساس بدون وجود احساس کننده ناممکن است. خب بعد بر همین سیاق هم فرگه میگه که این تصورها، این ایده ها اسباب و اساس ذهن دارنده اونهاست و در نبود صاحب تصور ناپدید میشن.
به اصطلاح اینا مایندیپندنتن قویان، یعنی وابسته به ذهنن. فقره بعدی رو ببینید از مقاله اندیشه. ایده ها چیزهایی هستن که ما دارنده آنها هستیم. ایده هایی که شخص دارد متعلق به آگاهی اوست. ایده ها نیازمند کسی هستند که دارنده آنها باشد. خب باز جای دیگری در ادامه میگوید هر ایده ای تنها متعلق به یک شخص است. هرگز دو نفر دارنده یک ایده نیستند. زیرا در غیر این صورت ایده ها به صورتی مستقل از این یا آن شخص وجود خواهند داشت. خب حالا نگاه بکنید، بر همین سیاق وقتی که یک کاربر زبانی واژه قرمز رو به زبان می آورد، به عنوان مثال به تصوری ارجاع میده که تنها در ذهن خود اوست، نه کسی دیگری. از طرف دیگر وقتی این واژه را از دهان آن شخص من و شما میشنویم، تصوری از مفهوم قرمز رو به زیاد می آورد که خاص خودمونه. تصویری از قرمز که به ذهن من و شما متبادر شده، درسته؟ خب اون وقت سوال اینجاست، چگونه میشه تضمین کرد که تصور من از مفهوم قرمز با تصور شما از مفهوم قرمز شبیه باشه؟ چگونه میشه تصور کرد؟ ببخشید، چگونه میشه تضمین کرد؟ چیزی نمیشه گفت، تضمینی در کار نیست، چرا که تصورها و ایده های هر یک از ما مختص به خودشه. هر یک از کاربران زبان ایده های خودش رو داره که در محفظه ذهنش وجود داره و نمیشه تضمین کرد که دیگر کاربران زبان هم تصورشون شبیه به تصور منه یا شبیه به تصور شماست. نمیگیم لزوماً نیست، توجه داشته باشید، مهم این است که گارانتی و ضمانتی در میان نیست، چون اکسسی وجود نداره نسبت به محفظه ذهن فلانی و بهمانی. راهی ما نداریم دسترسی پیدا کنیم به محفظه ذهن شما یا شما به محفظه ذهن من. خب تمام سخن فرویدی، این نکاتی که ذکر کردم، با عنایت به نکته‌ای که کردم، بر این اساس است که معناداری نسبتی با ایده و تصور ندارد. چیز میکنم، منکر وجود تصورات نیست فرویدی، بلکه توضیح میده معناداری که یه امر ابجکتیو یا اینتر سابجکتیو، کاری به یه امر کاملا سابجکتیو نداره. نمیشه مثل کسی میمونه که کورمال داره میره جلو. اجازه دارید من چگونه اکسسی داشته باشم به تصور ذهنی شما از درخت یا قرمز یا سبز و بر همین سیاق شما؟ اون وقت اگر این چنین باشه، معناداری نمیتونه تکونش مبتنی بر آنها باشه. یه نقل قول دیگه از فرویدی بخوانم، فکر میکنم برای این بحث کفایت میکنه. میگوید که کوت از خود فرویدی است: اگر کلمه قرمز نه برای بیان وصفی از اوصاف اشیا، بلکه برای مشخص کردن صور محسوس متعلق به آگاهی من باشد، تنها در قلمرو آگاهی من قابل حمل و اطلاق خواهد بود. زیرا مقایسه انطباعات حسی من، با انطباعات حسی شخص دیگر ناممکن است. از این رو باید در قلمرو آگاهی یک فرد انطباع حسی خاص متعلق با انطباع حسی خاص متعلق به قلمرو آگاهی فرد دیگری در یک جا جمع آورد. ایده های متعلق به من ذاتاً و طبیعتاً چنان متقوم و وابسته به قلمرو آگاهی من هستند که هر ایده دیگری هم که کسی دیگری داشته باشد، دقیقاً به همین ترتیب متفاوت از ایده های متعلق به من است. اگر دارید بعد سابجکتیو بودن ایده، پرایوت بودن ایده توجه داره فرویدی، اینکه تصورها به تمامی خصوصی هستند و نمیتونن به ذهن دیگران منتقل بشن. خب اگر این چنین باشه، اون پرسش مقدر این است که پس چگونه داد و ستد معنایی محقق میشه؟ پاسخ اینه که داد و ستد معنایی که خب الودی محقق شده میان ما، باید تلقی و تصویرمون رو از سازوکار اون عوض بکنیم و اون تغییر تلقی ما از سازوکارش مبتنی است بر معنا رو متوقف ندانستن بر ایماژها و تصورات ذهنی. ایده
امر پرایوته، امر پرسوناله، امر کاملا شخصی و خصوصیه. و برخلاف اون تصوری که از منظر فریگه لاک داشت و پاره دیگر از فیلسوفان قرون وسطا یا کسانی که قائلند به اینکه ذهن و تصاویر ذهنی یا مفاهیم کلی ذهنی تلقی ارسطویی اینا قوام بخش معناداریان، از منظر فریگه این موضع موجه نیست، چرا که با شهودهای زبانی عرفی ما نمیخواند. با استدلالی که او به دست داد این با اون نمیخونه. خب این عرض میشود از استدلال فریگه چنان که دیدیم در باب ابجکتیویتی معنا. از همینجا فریگه حرکت میکنه و ابجکتیویتی معنا رو توضیح میده، یعنی چنان که عرض کردم معتقد معانی متعلق به یک قلمروی دیگریه. سه تا ما قلمرو داریم: قلمروی جهان پدیداری و پیرامونی، قلمروی ذهن که ایده هاست و تصوراته، و سوم که یه وعای دیگری است. وعا همون ترجمه قلمروه به زبان عربی یا ریل به زبان انگلیسی. یک قلمرو و وعای دیگری است که معانی اونجا واقع شده. حالا ملاحظه بکنید، اینجا البته من بنای بسط بیشتر ایده های فریگر رو ندارم، چون کلاس سبقه و سویه تاریخی رنگتری داره، هرچند ما ناگزیریم به سرداختن به ایده ها. اما اجمالا عرض بکنم که میشه در باب راهکاری که فریگه به دست داده انقلت کرد. خود من شخصا با راهکار فریگه و اینکه ما مفروض بگیریم قلمروی دیگری که معانی در آن واقعا، خیلی مسئله دارم. به نوعی و به توضیح یکی از شارحان فریگه، قلمرویی که شبه افلاطونیه و ما چه دلیلی داریم این قلمرو رو یه ریل دیگه رو مفروض بگیریم؟ مبانی متافیزیکیش یا به تعبیر دقیق تر معونه متافیزیکیش بیشتره، معونه متافیزیکی زیادی میطلبه. اما حالا فارغ از پاسخی که فریگه داده، ما میتونیم با صورت بندی او از حدود و صغور معناداری به نزد امپریسیست های و فیلسوفان تجربی مسلک و ذاتگران، میشه با اون نقدها همدل بود و بصیرتی رو که در کلام فریگه دیده میشه رو برگرفت، بدون اینکه لزوما با راهکاری که اقامه میکنه موافق بود. مختصرا عرض بکنم به ایجاز و اختصار که میشه گفت این ایده های فریگه در آثار ویتکنشتاین متأخر هم به نحو دیگری بروز و ظهور پیدا کرده است. استدلال موسوم به استدلال علیه زبان خصوصی که از برساخته ها و نکات ابداعی فلسفه ویتکنشتاین متأخر است، بسیار متأثر از مقاله اندیشه فریگه است و ایده ابجکتیویتی معنا، که من اکنون دیگه به اون نمیپردازم. حالا در ادامه کورس اگر رسیدیم بهش اشاره میکنم. در این حال دوستان میتوانن در مقاله‌ای که ذکر کردم هم رد اون رو ببینن. به نوعی میشه گفت نقد ویتکنشتاین معطوف به زبان خصوصی و اینکه چیزی تحت عنوان private language نداریم، آنکه که موسوم است به private language argument در کتاب philosophical investigations، تا حدودی متأثر از ایده های فریگر بوده. البته پرداخت و صورتبندی ویتکنشتاین کاملا بدیعه، اما متأثر از فریگر بوده است. افزون بر این، باز موضع شخصی خود رو به اختصار عرض میکنم، من با نقده های فریگر همدلم به قصه منتال ایماج و اینکه تصویر ذهنی نمیتونه قوام بخش معناداری باشه. فکر میکنم بصیرت های خوبی در این سخنان هست و استدلال های چنگانه ای که فریگر در مقاله خود ذکر کرده، یا به تعبیر دقیق‌تر استدلال‌های چنگانه‌ای رو که میشه صورت‌بندی کرد و از آنها پرده برگرفت، مقنعند. در این حال با راهکار او همدلی ندارم. فکر می‌کنم راهکار ویتکنشتاینی که اون مبانی متافیزیکی یا معونه متافیزیکی کمتری رو سراغ می‌گیره و اون رو گره می‌زنه به مفهوم پرکتیس و اشتغال به ورزیدن، رو باهاش همدلی بیشتری داره. به تعبیر دیگه همچنان میشه ابجکتیویتی معنا رو حفظ کرد و راهی جز این ما نداریم. اگر فریگه‌ای فکر بکنی و اون ایرادات رو جدی بیانگاری برای اینکه روایت مقنع
معرفت بخش از معنا به دست بدهیم، به چاره ای نداریم جز که معنا رو یه امر ابجکتیو بدانیم، یعنی چگونگی چگون معنا داری. این حال برای اینکه به دام معونه متافیزیکی زیاد به روایت فرگ نیفتیم، فکر میکنم که میتونیم از آموزه های ویتگنشتاین متأخر که مبتنیست بر پرکتیس، که حالا انشالله اگر مجالی باشه به اون هم خواهیم پرداخت، استفاده بکنیم و این چنین ابجکتیویتی معنا رو حفظ بکنیم با معونه متافیزیکی کمتر. خب این از بحث فرگه یا یکی از بحث های مهم فرگه. این رو از این جهت ذکر کردم که بدانیم هر یک از این آباء فلسفه تحلیلی چگونه می اندیشیدند و از چه منظری مباحث خیش رو تقریر و تنسیق می کردند. به راسل و مور پرداختیم، به فرگه هم عرض می شود که مختصرا پرداختم. دوستان می توانند مقاله آن سنس اند ریفرنس رو هم ببینند. آنچه که من ذکر کردم، چه فقراتی که از مقاله فرگه خواندم و چه استشهادی که به مقاله خودمون کردم، ناظر به مقاله اندیشه بود. مقاله آن سنس اند ریفرنس هم از دیگر مقالات کلاسیک فلسفه تحلیلی است که فرگه اون رو نوشته و دوستان می توانند آن رو هم ببینند. به هر حال سایکولوژیزم و نقد روانشناسی گرایی یا مقالطه روانشناسی گرایی از ایده های فرگه است. البته من بعدها جایی خواندم که جان استوارت میل هم به این نکته تفتنی داشته است و منطق رو از سایکولوژی جدا می کرده. فیلسوف تجربه گرای انگلیسی قرن 19 هم که چنان که مستحضرید یک روایت از روایت های یوتیلیتاریانیزم و فایده گرایی با نام او گره خورده است. یودایمونیستیک یوتیلیتاریانیزم یا فایده گرایی سعادت محور، که در لیترچر فلسفه اخلاق به تفصیل راجع به آن سخن رفته است. و میل چون هم فیلسوف اخلاق بود، هم فیلسوف سیاست بود و از فیلسوفای لیبرال مشهور قرن 19 هم بود، در این حال در آثار پیور فلسفی خود به این نکته هم تفتن داشته است و تفکیک میان روانشناسی از فلسفه رو، یا به تعبیر خود او و دقیقترش روانشناسی از منطق رو متذکر شده است. یعنی آنچه که متعلق به ذهن و ضمیر فرد است، آنچه که در ضمیر ما می‌گذرد، این رو معتقد بوده از جنس امور تجربیه و باید از تفلسف اون رو جدا کرد. اگر دیده باشید کانت هم در کتاب بنیاد مابعد و طبیعی اخلاق خود، که خب اون رو در قرن 18 هم نوشته است، به نوعی همین ایده رو تقریر کرده. این که من میگم یک روندی بوده است که فیلسوفان توجهی داشتن به تفکیک روانشناسی از فلسفه و اینکه به هر حال ما کار و بار فلسفی رو باید حدود و سغورش رو از کار روانشناختی و تجربی جدا بکنیم، به یه معنا میشه این رو بارقه هاش رو در کانت هم دید. او معتقد بود وقتی که بحث اخلاقی میکرد، یعنی فلسفه اخلاقی، که آنچه که فیلم مثل برخی از فیلسوفان تجربه گرا یا یوتیلیتاریان گفتن، مشخصا او مرادش بنتام بود، جرمی بنتام، میگفت اینا ارزش آنتروپولوژیک داره. حالا با اصطلاحات او بخوام سخن بگویم، معتقد بود که اینا خبر میدهد از آنچه که به نحو مردم شناسانه و تجربی ما میتونیم در آدمیان سراغ بگیریم. اما این با اتیکس فرق میکنه. از منظر او اتیکس یا اخلاق بالمره امر غیر تجربی است و به هر حال ترانسندنتال در نظام فلسفی کانت. باری دور نشویم از بحثمون. خواستم بگم رگه های این تفکیک ها رو در آثار فیلسوفان بزرگ دیگری هم مثل جان استوارت میل و کانت مقدم بر ایشان میتوان سراغ گرفت و اونها تفتون به این پیدا کرده بودن که پاره تفکیک ها باید صورت بگیره. البته به هر حال کانت یک فیلسوف غیر تجربی بود، یعنی چه در باب حدود و صغور معرفت وقتی که سخن میگفت، چه در باب اخلاق، چه در باب زیبایی شناسی، همه اینها رو مبتنی بر امور استعلایی کلی ضروری تنسیق و تقریر میکرد.
عنایت دارید. اما خب فیلسوفی مثل میل یا فریگه اینا به اون معنا استعلایی اندیش نبودن، ولی به هر حال به این تفکیک ها تفکران و توجهی داشتن. چنان که عرض کردم، فریگه مبتنی بر این تفکیک ها مغالطه ضد روانشناسی گرایی رو چنان که آوردم توضیح میده، منطق جدید رو مستقلا پیافکنی میکنه و این چنین دغدغه های فلسفی از جنس فلسفه زبانی خود رو در میافکنه. خب اگر اجازه بدید در 20 دقیقه انتهایی کلاس که در پیش است، قبل از اینکه از نکته سنجی های دوستان و پرسش های عزیزان بهرمند بشوم، چنان که وعده کردم چند دقیقه هم راجع به رساله منطقی فلسفی سخن بگویم که از آثار کلاسیک در سنت فلسفه تحلیلی است و خوشبختانه چند ترجمه هم به زبان فارسی داره. من خرسندم که توانستم این کتاب رو بار دیگری به فارسی برگردانم و شرح مبسوطی هم بران بنویسم، چون با همه احترامی که برای مرحوم عبادی یان و دکتر ادیب سلطانی قائلم، فکر میکنم که محصول کارشان چندان مصبر ثمر نشده است، به این معنا که استفاده بسیاری از آن نمیتوان کرد. هرچند ترجمه دکتر ادیب ترجمه دقیقیه، اما خب با زبان آرکائیک و نامعنوس این کار انجام شده و من به عنوان کسی که بارها این کتاب رو درس دادم در مقاطع فوق لیسانس و دکتری، دانشجویان رو ارجاع میدادم به ترجمه آقای ادیب سلطانی، بعد از مدت اونها میگفتن که نه، اون برای ما قابل استفاده نیست و از متن انگلیسی آن استفاده میکنیم، یا همون ایام که من در کار ترجمه این اثر بودم فقراتی از ترجمه خود رو هم به دانشجویانم میدادم. باری کتاب رساله منطقی فلسفی در سال 1918 نوشته شده است، یعنی به تعبیر دقیق‌تر در 1918 منتشر شده، روزگاری که فریگه در کار تدوین مبانی ریاضیاتی خود بود، مبانی منطقی خود بود و ویتگنشتاین آمده بود به کمبریج و شاگرد راسل و مور. با زندگی او آشنا هستید، من اطاله کلام نمیدهم در این باب، که ابتداعاً در برلین مهندسی مکانیک میخواند ویتگنشتاین، بعد به منچستر رفت رشته هوافضا و به اون مقولات علاقه مند شده بود، در حین مطالعه در منچستر به مبانی ریاضیات و همچنین مباحث فلسفی معطوف به این امر آشن علاقه من شد به جد و آمد به کمبریج و شاگردی مور و راسل را کرد. در 1914 تا 1918 مانیسکریپت یا دستنویس آنچه که بعدها موسوم شد به رساله منطقی فلسفی رو با خود حمل می کرد. در این حال در ارتش اتریش هم می جنگید و مدال شجاعت هم به خاطر تحولی که از خود نشان داد در دوران جنگاوری به دست آورد. البته بعدها برای خواهرش نقل کرد و نوشت که من با انگیزه های به تعبیر من اگزیستنشیل به سراغ این کار رفتم، میخواستم ببینم مواجهه مستقیم و دست اول با مرگ چه حس و حالی داره، و این رشادت هایی که از او سرزده ظاهراً با این انگیزه ها بوده، نوعی مواجهه دست اول با مرگ. در همان احوال است که و روزگار که ظاهراً بسیار مرگ اندیش بوده، هم رزمی های او سربازان دیگر نقل می کنند که انجیل، یعنی داستان های انجیل به روایت تولستوی، کتابی بوده که انیس و مونس ویتگنشتاین در جبهه های جنگ بوده و به تفاریق این کتاب رو می‌خوانده است.
ظاهرا فقرات انتهایی رساله رو، رساله همون مخفف تراکتیتوس تئولوژیکو پولیتیو، ببخشید تراکتیتوس لوژیکو فلسفیکوس هست، این فقرات انتهایی یعنی فقرات 6 4 به بعد تراکتاتوس رو ظاهرا ویتکنشتاین در همان ایام و احوال اضافه کرده است. فقراتی که سبقه اگزیستنشیل داره و نوعی هستی رو ابهام آمیز میبینه و معرفی میکنه. اگر دیده باشید کارنپ در زندگی نامه خودنوشتش میگوید که ما این فقرات انتهایی تراکتاتوس رو ندیده بودیم. اینو دانالد گلیس نقل کرده است از قول کارنپ، من هم از اونجا این رو نقل میکنم که ما، که یعنی ما اعضای حلقه وین که موضوع بحث هفته آتی ماست، به این زمان البته تتمه بحث راجع به تراکتاتوس ویتکنشتاین، ما که قویاً تحت تأثیر ویتکنشتاین قرار گرفته بودیم، این فقرات انتهایی کتاب رو ندیده بودیم و نمیدانستیم که او چنین احوالی هم داره. حالا اینکه این احوال چه ربط و نسبت منطقی با دیگر فصول و فقرات کتاب داره، امری است که اگر برسیم بهش میپردازیم، اگر هم نه دوستان میتوانن اون رو در کتاب ترجمه و شرح رساله منطقی فلسفی من ببینند، همچنین آثار متعددی که خوشبختانه در این باب نگاشته شده است و ترجمه شده. باری نسخه اولیه تراکتاتوس رو ویتکنشتاین به دست چاپ می سپاره، اما چون اون ایام نویسنده شناخته شده ای نبوده و قصه چاپ هم به سهولت این روزگار اصلا و ابدا نبوده است، ناشر زیر بار نمیره و حدود 3 سال طول می کشه که ناشر زیر بار انتشار کتاب بره، اون هم با مقدمه برتران راسل، چون راسل آدم نامبرداری بود در آن روزگار. جالبه ویتکنشتاین هیچ وقت از مقدمه‌ای که راسل نوشت بر کتاب خود راضی نبود، بعدن همین رو گفته است، اما در این حال چاره‌ای نداشت ظاهراً که زیر بار این کار برود. معتقد بود راسل درست نفهمیده آنچه لب و اصل ایده او در کتاب تراکتاتوسه، ولی به هر حال زیر بار آن رفت و کتاب 1921 با مقدمه راسل منتشر شد به زبان آلمانی و البته مقدمه انگلیسی. در 1922 ترجمه انگلیسی کتاب در اروپا منتشر گشت، اولین ترجمه که اوکدن این کار رو انجام داد. ظاهراً فقراتی از ترجمه خود رو هم به نظر ویتکنشتاین رسانده بود و کتاب پس از بازبینی های چندی منتشر شد به انگلیسی. خب این ترجمه شهرتی جهانی در فاصله چند سال در عالم فلسفه برای ویتکنشتاین پدید آورد و جالبه چنان که شنیده اید، پس از انتشار این کتاب او فکر میکرد کار خود را انجام داده و عالم تفلسف رو رها کرد و رفت دوره ای رو دید برای تدریس در دبستانها و مدارس ابتدایی. بعد از اون دوره هم رفت و به مدت 6 سال در روستاهای اطراف وین تدریس کرد. من چند تا از اون روستاها رو دیدم، یعنی کنفرانس سالانه ویتکنشتاین چنان که قبلا هم گفتم در یکی از این روستاها برگزار میشه و در مدرسه ای در یکی از این روستاها، تراتنباخ و اوترتال، 2 روستا از 3 روستایی هستن که ویتکنشتاین هر یک از این روستاها رو 2 سال درش اقامت داشته است. منزل او در یکی از این روستاها رو موزه دائمی ویتکنشتاین کرده اند، آنچه که از مایملک او مانده است عرض می شود، لباسهای او و پاره از وسایل او در این موزه نگهداری می شه و هر سال که اون کنفرانس برگزار می شه شرکت کنندگان می روند و به اون موزه هم سر می زنند.
حالا براتون جالب این رو ذکر بکنم که اونجا خب یه روستای کوچکیه و یک ساعت و نیمی وینه. کسانی هم که اونجا زندگی میکنن نادرا انگلیسی میدانن، عموما زبان آلمانی محلی خود رو میدانن. یادم با یکیشون که انگلیسی میدانه صحبت میکردم در یکی از هم مهمانسراهایی که ما بودیم، میگفت که رونق اقتصادی این روستاها در سال دو چیزه، یکی زمستانها، یعنی همین حوالی که کوههای بلندی اونجا داره و اسکی میکنن، از کثیری از کشورهای اروپایی برای اسکی میان به این کوههای اطراف وین، و یکی هم میگفت این کنفرانس سالانه ویکنشتاین که هر سال یک هفته است چنین کنفرانس و به هر حال افراد بسیاری از سراسر عالم اینجا شرکت میکنن، برای اونها چون روستای کوچیکیه دیگه در حکم یک امر بیزینسی داره. حالا این رو هم گفتم ذکر بکنم، این امر رو، این خاطره رو، در یکی از این کنفرانس ها که رفته بودیم به همین موزه‌ای که گفتم رفتیم و هر جا هر سال اونجا چیزی خوانده میشه از خاطرات ویکنشتاین یا فلان، کسی اونها رو ترجمه میکنه به انگلیسی و حضار هم استفاده میکنه. نمیدانم چرا نوعی بدسلیقگی به توضیح که عرض میکنم اون سال کسی انجام داده بود و پاره از نامه های ویکنشتاین به راسل رو داشت اونجا میخوان، نامه هایی که توش به اهالی روستای تراتنباخ و اوترتال هم ویکنشتاین ارجاع داده بود. حالا شما فرض بفرمایید که در اون محفل شهردار تراتنباخ هم ایستاده بود و این نامه ها خوانده میشد. در اونجا ویکنشتاین به راسل میگه که من در این مدتی که اینجا هستم اعصابم خورده، مردم تراتنباخ مردم بسیار احمقی هست و کمهوش. بعد راسل بهش پاسخ میده که چرا خب این حرف رو میزنی و چه استدلالی داری برای این حرفت؟ مردم تراتنباخ هم مثل همه جای دنیا توشون آدم های کمهوش پیدا میشه، آدم های باهوش هم پیدا میشه، آدم های ترین شده پیدا میشه، آدم های ترین نشده و آموزش ندیده هم پیدا میشه، تو چرا این تعبیر رو به کار میبری؟ بعد ویکنشتاین برنامه دوم پاسخ بوده که نه، اینا که تو میگی درسته، اما به نظر من مردم تراتنباخ از جاهای دیگه دنیا ابلهتر و احمقترن. تجربه نشست و برخاست با اونها این رو به من نشان داده. اون وقت دوباره نامه دوم راسل هم خوانده شد که من البته این رو قبلا هم خوانده بودم، اینجا خوندم هم اینجا خوندنم جالب بود، که میگه نه ببین، تو اینجا استدلالی اقامه نکردی و شور منطقی من الان علیه تو طغیان میکنه. این که دیگر جاهای دنیا احمقن و اهالی تراتنباخ احمقترن، این رو بدون استدلال من از تو نمیتونم بپذیرم. حالا شما تصور بکنید اینا خونده میشد، 70-80 نفرم ایستاده بودن، اون شهردار روستا و شهر کوچک تراتنباخ هم ایستاده بود و همه اینها رو میشنید. آخر هم که تمام شد با یه طنزی گفت که مردم تراتنباخ بخشیدن ویتکنشتاین رو، اشکال نداره این حرفا رو راجع به ما زده، لابد اون موقع که چند ده سال پیش بوده یک تجربه تلخی داشته است از پاره از ساکنان تراتنباخ. باری این از زمینه و زمانه نگارش چارتاتوس و دوران موسوم به فطرت فلسفی که ویتکنشتاین در روستاهای اطراف وین سپری کرد با چاشنی خاطره‌ای که براتون ذکر کردم، و حوالی 1927 که او از این روستاها به در می آید، مشغول طراحی ساختمانی برای خواهرش می شود. این کار هم یکی دو سال به درازا می انجامه. اون ساختمان الان در وین موجوده. من در یکی از این سفرهای به اتریش هم متوجه شدم که البته الان مقر سفارت بلغارستان اگر اشتباه نکنم شده است، و تعجب کردم که چطور در زمره آثار باستانی قرار نگرفته است. و نهایتاً 1929 هست که به کمبریج برمیگرده و در این کار
راسل و مور پیش قدم می شوند و کتاب تراکتاتوس رو به عنوان رساله دکتری افتخاری او می پذیرند و پس از آن است که راسل برمیگرده، ببخشید ویکنشتاین برمیگرده و مشغول به تدریس می شود که در یه بازه 3-4 ساله دوران گذاره و بعدها او به آنچه که موسوم است به فلسفه ویکنشتاین متأخر می رسد. خب من راجع به عنوان کتاب و همچنین فقراتی از مقدمه کتاب هم که وعده کردم چند دقیقه سخن بگویم و پس از آن بحث امروزمون رو ختم بکنم. ملاحظه بکنید عنوان کتاب که عنوان لاتین است، Tractatus Theologico Philosophicus یا Tractatus یا بگید Treatise Philosophical Logical Philosophical، این عنوان رو مور به ویتگنشتاین پیشنهاد کرد و همونطور که میدانید و میتوانید حدس بزنید کتاب عنوانش متأثر از عنوان کتاب مشهور و دورانساز اسپینوزا تحت عنوان Tractatus Theologico Politicus. میبینید سبک و سیاق عنوان همون سبک و سیاق عنوان کتاب اسپینوزا است. جالبه این کتاب اسپینوزا هم تنها کتابی بود که در زمان حیات اسپینوزا منتشر شد. دیگر آثار مهم او پس از حیات او منتشر شد. البته الان تردید کردم در میان آثار پرووکاتیو او، شاید شرحی که بر فلسفه دکارت نوشته بود هم در زمان حیاتش منتشر شد. در میان سه کتاب دورانساز اسپینوزا یعنی کتاب‌های اخلاق اتیکس، رساله الهیاتی سیاسی و رساله سیاسی خالی پولیتیکال تریتایز و همچنین اتیکس، اینا همه کتاب‌های ناتمامی بودند که پس از وفات اسپینوزا منتشر شدند. تنها کتابی که البته به اسم مستعار در زمان حیات اسپینوزا در نیمه دوم قرن 17 منتشر شد رساله الهیاتی سیاسی بود. به سبب آراء پرووکاتیو او در باب وحی، متن مقدس و مقولاتی از این دست جرأت انتشار کتاب به نام خود را نداشت. هم مؤلف ناشناس و جعلی بود و هم ناشر، هر دوی اینها جعلی بودند. بعدها البته مشخص شد که این اثر کار اسپینوزا است. باری تأثیر اسپینوزا بر روی این کتاب و سبک و سیاق او فقط منحصر به نام نمیشه، یعنی عنوان کتاب که هم لاتین است هم متأثر و هم آوا و آهنگین مثل کتاب اسپینوزا، بلکه نظم اعشاری ریاضیاتی کتاب هم متأثر از اسپینوزا است و کتاب اتیکس او. این هم یک قرابت دیگری میان ویکنشتاین و اسپینوزا. کتاب اتیکس و اخلاق اسپینوزا اگر دیده باشید خیلی به سبک و سیاق کتاب‌های ریاضی، یعنی از نظم و نسق ریاضیاتی تبعیت می‌کنه. تراکتاتوس ویکنشتاین هم از این حیث متأثر از اسپینوزا است. وجه سوم آن هم وام کردن ایده ساب اسپیشی اترنی از اسپینوزا است، یا از وجه ابدی، که حالا راجع به این ایده اگر مجالی باشه من جلسه آتی صحبت میکنم، اگر هم نه که دوستان رو ارجاع میدهم به آثاری که در این باب نگاشته شده. من به برخی از مضامین تراکتاتوس نوبت آتی اشاره میکنم چون بنای بحث ما در این سلسله جلسات هم مضامین فلسفی است و هم تاریخ تطور ایده ها، و من دلم میخواد که تا پایان 8 جلسه یه اوورویوی خدمت عزیزان از ادوار مختلف فلسفه تحلیلی به دست بدهم. باری این هم وجه سوم است، تأثیری که تراکتاتوس از اسپینوزا گرفته است. این نکات رو با عنایت ذکر میکنم تا شما ببینید در تاریخ فلسفه مغرب زمین ایده ها تطوری که پیدا کردن در این حال چگونه متأثر از هم از یکدیگر هم بوده اند و فیلسوف قرن بیستمی مثل ویتگنشتاین تا چه اندازه کتابش متأثر از اسپینوزاست و وامدار اوست، هم در عنوان هم در ساختار و هم در اخذ یکی از ایده ها که در زبان
فلسفی ویتگنشتاین البته حدود و ثغور دیگری پیدا میکنه، ساب اسپیشی اترنی. اترنی که تعبیر لاتین واژه انگلیسی اترناله، از وجه ابدی. من یادم ابتداعا وقتی که میخواستم این واژه رو ترجمه بکنم در مقالات ابتدایی که حدودا 10 سال پیش مینوشتم راجع به فلسفه ویتگنشتاین، این رو از وجه سرمدی ترجمه کرده بودم. بعد دریافتم که این ترجمه دقیق نیست. چرا؟ برای اینکه سرمد در فلسفه اسلامی کانوتیشنی داره و ما رو به یاد فلسفه میرداماد می اندازه و اون بار متافیزیکی که سرمد و سرمدیت در فلسفه او داره و توسطان در آثار فیلسوفان مسلمان. اما اون معنا رو ویتگنشتاین از اترنیتی مراد نمی کنه و اون سرمدیت و لوازم و لواحق متافیزیکیش مد نظرش نبوده است. به همین خاطر شاید واژه ابدی معادل بهتر و وفادارتری باشه، جهت نشان دادن آنچه که او از وجه ابدی مراد میگه، خصوصا اینکه چنان که خواهم گفت نوبت آتی، میزان وامداری تراکتاتوس از کانت و اخذ مفهوم سوژه متافیزیکی از فلسفه کانت ما رو محتاط باید بکنه در تبیین و معادل سازی از مضامین فلسفی او که بار متافیزیکی کمتری داشته باشه و به همون معنا که نظام عرض می شود کانتی متافیزیکیست یا بگوییم ضد متافیزیکیست، به همون معنا هم باید این رو ما در معادل هایی که در فلسفه ویتگنشتاین لحاظ میکنیم و به کار میبندیم مد نظر قرار بدهیم. خب بذارید من پست ختام بحث امروزمون فقراتی از مقدمه خود ویتگنشتاین رو براتون بخوانم و توضیح مختصری هم بدم، انشاءالله تتمه بحث بماند برای نوبت آتی. این مقدمه مختصری است که خود ویتگنشتاین نوشته به اثر خود. یک مقدمه بلندی هم راسل نوشته، چنان که عرض کردم که دوستان می توانند اون مقدمه رو ببینند. در مقدمه خود آورده است، من از روی ترجمه خود می خوانم، می گوید که شاید این کتاب را فقط کسی بفهمد که خود پیش از این به اندیشه هایی که در آن بیان شده است رسیده باشد، یا دست کم به اندیشه های مشابه. پس این کتاب کتاب درسی نیست. هدف این کتاب برآورده شده است اگر برای کسی که آن را خوانده و فهمیده لذت بخش باشد. این کتاب به مسائل فلسفه می‌پردازد و به باور من نشان می‌دهد که دلیل مطرح شدن این مسائل این است که منطق زبان ما بد فهمیده شده است. منطق زبان ما بد فهمیده شده است. توجه می‌فرمایید؟ کل معنای کتاب را میتوان در کلمات ذیل خلاصه کرد. آنچه اساساً میتوان گفت میتوان به روشنی گفت و از آنچه نمیتوان درباره اش سخن گفت باید به سکوت گذشت. بذارید این بخش رو دوباره بخوانم. توجه بفرمایید. کل معنای کتاب را میتوان در کلمات ذیل خلاصه کرد. آنچه اساساً میتوان گفت میتوان به روشنی گفت و از آنچه نمیتوان درباره اش سخن گفت باید به سکوت گذشت. بنابراین هدف کتاب عبارت است از مرز نهادن بر اندیشه، یا بلکه نه اندیشه که بیان اندیشه ها. برای اینکه بتوان برای اندیشه مرزی ترسیم کرد باید دو سوی آن مرز اندیشیدنی باشد، یعنی باید بتوان درباره آنچه اندیشیدنی نیست اندیشید. بنابراین تنها در زبان است که میتوان این مرز را ترسیم کرد و آنچه در آن سوی مرز قرار میگیرد مهمل است. خب این بخش دومی که خواندم البته احتیاج به ایضاح داره. یه نکته سوری راجع به این مقدمه ذکر بکنم و
بعد این بخش دوم رو هم مختصرا توضیح بدهم، انشاءالله تتمش بماند برای نوبت آتی. اون نقطه سوری چیه؟ اون نقطه سوری اینه که در این مقدمه هم به راسل اشاره کرده ویتکنشتاین، هم به فریگه. وقتی میخواد راسل رو خطاب بکنه بهش میگه دوستم آقای برتران راسل، اما وقتی راجع به فریگه میخواد سخن بگه تعبیر انگلیسیش مسترپیسه و اینکه اندیشه هایم رو مدیون آثار عالی فریگه هستم. میگوید تنها میخواهم این را ذکر کنم که بخش عمده از قوه محرک اندیشه هایم را مدیون آثار عالی فریگه و نوشته های دوستم آقای برتران راسل هستم. نمیخواهم قضاوت کنم که تلاش های من تا چه میزان با تلاش های سایر فیلسوفان توارد دارد. در حقیقت درباره آنچه در این کتاب نوشتم ادعای بدیع بودن در جزئیات را ندارم و دلیل اینکه منبعی هم ذکر نکرده ام این است که برایم تفاوتی نمی کند که آیا شخص دیگری نیز آنچه را من اندیشیده ام پیش از من اندیشیده است یا نه. ترجمه فرمودید؟ میگه دلیل اینکه منبعی هم ذکر نمی کنم اینه، برام فرقی نمی کنه. حالا من در فارسی گذاشتم برایش که منباب توارده، تا چه میزان با تلاش های سایر فیلسوفان توارد دارد. و بعد هم دیدیم که به راسل اشاره میکنه و فریگه راسل رو دوست خود مینامه، فریگه رو واجد آثار عالی و اندیشه برانه. خب خسته ختام بحث امروز ما اون توضیحی است که لازمه برای بخشی از مقدمه کتاب براتون بدهم. بذارید دوباره اون فقره رو بخوانم. میگوید که بنابراین هدف کتاب عبرت است از مرز نهادن بر اندیشه، یا بلکه نه اندیشه که بیان اندیشه ها. این برای اینکه بتوان برای اندیشه مرزی ترسیم کرد باید دو سوی آن مرز اندیشیدنی باشد. ببینید اینجا به نظر میاد چنان که برخی از شارحان آورده اند، من هم در شرحی که من تراکتاتوس نوشتم آورده ام، به نوعی بدون اینکه نامی ببره ویتکنشتاین داره با کانت دیالوگ میکنه و به معنای پروژه کانتی رو میخواد پیش ببره. به چه معنا؟ اشاره کنم شرحش ایشالله بماند نوبت آتی، چون این بخش مهمیه. اگر قرار باشه برخی از مزامین تراکتاتوس رو در این سلسله جلسات بحث بکنیم، قطعا یکی از آنها این بخش است، چون اهمیت کار رو نشون میده و تصویری که او از کار خود داشته است. ببینید کانت چیکار کرد در کتاب نقد عقل محض؟ آمد و حدود و ثغور معرفت رو و شروطی که در امکان پذیری معرفت باید لحاظ بشود رو برشمرد. درسته؟ یعنی بر محدودیت های عقل انگشت تاکید نهاد و به تعبیر خود او عقل محض رو نقد کرد. Critique of Pure Reason رو سرلوحه کار خود قرار داد و با وام کردن پاره از مزامین و اقامه استدلال های چند توضیح داد که فی المثل زمان و مکان در اعداد صور پیشینی شهودند، همچنین مقولات فاهمه و من استدلالی، و با کنار هم قرار دادن این سه مقوله میشه از شروط پیشینی کلی ضروری قوام بخش معرفت سخن گفت. به نوعی میشه گفت مرز گذاشت میان اندیشیدنی ها و نیندیشیدنی ها. یعنی گفت معرفت ما تا اینجا متصوره. اگر ما داده حسی نداشته باشیم که اون داده حسی سنتز بشه با امور پیشینی، اون وقت ما به معرفت نمیرسیم. همونطور که جلسه نخست هم اشاراتی به این کردم. حالا ببینید تمام سخن ویتکنشتاین این است که کانت در باب زبان و نقش زبان در تکون اندیشه ها و ایده ها هیچ راهکاری اقامه نکرده، تفتونی به این امر نداشته که ما راجع به اندیشه ها، به ما و اندیشه ها سخن نمیگیم. اندیشه هایی که در زبان بیان می شوند، expressible in the language، اینا اندیشه هایی هم که می شه راجبشون سخن گفت.
اندیشه های به زبان آمده یا اندیشه های به زبان آمدنی، ما باید یه ملاکی، یک محکی در زبان به دست بدهیم برای اینکه ببینیم چه ایده ها و آموزه های اندیشیدنی هست و چه آموزه های نیندیشیدنی هست. یعنی ما تا در باب زبان و معناداری تئوری نداشته باشیم، از منظر ویتگنشتاین نمیشه راجع به حدود و ثغور اندیشه سخن گفت. به تعبیر دیگه، آنچه که عبارت است از اندیشیدنی و نیندیشیدنی، اینگونه بگم، دوگانه اندیشیدنی نیندیشیدنی در فلسفه ویتگنشتاین میشود دوگانه گفتنی و نگفتنی. مهم این است که چه اندیشه هایی به زبان در می آید. اندیشه های به زبان در آمده معنادار، مراد این است که نه هر آنچه که به زبان در می آید معنادار است، از منظر ویتگنشتاین. و می گوید اون ملاک و محکی که کانت در پیش بود، اصلش ملاک و محک درستی بود که ما باید حدود و ثغور اندیشه رو سراغ بگیریم، یعنی چه اموری معرفت بخشن و چه اموری غیر معرفت. اما می گفت این دوگانه رو به صرف بحث در باب ذهن یا امر استعلایی در فلسفه کانت، به صرف این بار ما بار نمیشه. ما باید این دوگانه رو ردیوز بکنیم، تحلیل بکنیم و در زبان اون رو سراغ بگیریم و ببینیم چه اموری گفتنی هن و چه اموری ناگفتنی، چه اموری معنادارن و چه اموری غیر معنادار. به تعبیر دیگه، نه هر آنچه که به زبان می آید معنادار است و افاده معنا و معرفت می کند. از منظر ویتگنشتاین کانت اینو مفروض گرفته بود که زبان یه محمله، یه ابزار برای انتقال ایده ها و اندیشه هایی که جای دیگری برساخته شده. اما او تصور می کرد و استدلال می کرد که دوگانه اندیشیدنی نیندیشیدنی، چنان که عرض کردم، باید تحویل بشه به دوگانه گفتنی نگفتنی، یعنی دوگانه سخنان معنادار و سخنان غیر معنادار. مفروضی ویتگنشتاین چنان که خواهیم دید این بود که بله، پاره از امور هستن که به زبان می آین، ما کاربران زبان اونها رو به کار می بریم، اما معنادار نیستن، به رغم آن که حتی ممکنه ابتداعا معنادار به زبان به نظر برسن. و مادامی که فرد در اینجا اتخاذ موضع نکرده باشه، اون پرسش کلان معرفت شناسانه اصطلاحی کانتی پاسخ درخوری پیدا نمیکنه. به همین خاطر است که پاره ای از مورخان فلسفه تحلیلی و شارحان فلسفه ویتگنشتاینی، فلسفه ویتگنشتاین، گفتن که او پرسش های معرفت شناسانه کانت رو در تراکتاتوس صورتبندی دلالت شناسانه و معنا شناسانه کرده و از منظر دیگری به اون پروژه پرداخته است. مسئله اولا و به ذات سویه معناشناختی، دلالت شناختی داره برای کانت، برای ویتگنشتاین ببخشید. و از این مدخله که وارد بحث و فحص فلسفی میشه. به همین خاطره که حالا با این توضیحاتی که دادم، فکر میکنم این سخن که به ایجاز ازش ویتگنشتاین در مقدمه رد شده بهتر معنا میشود. هدف کتاب عبارت است از مرز نهادن بر اندیشه، یا بلکه نه اندیشه که بیان اندیشه. این همون شیفتیه که ویتگنشتاین میکنه. عنایت دارید؟ به تعبیر دیگه، کانت در اندیشه یا در سودای مرز نهادن بر اندیشه به سر میبرد. با تقریر پروژه معرفت شناسانه خود، ویتگنشتاین ادامه میده. حدود 130-140 سال بعد از کتاب نقد عقل محض، نقد عقل محض حوالی 1770-1775 نوشته شده، تراکتاتوس هم 1918-1920 چنان که گفتم، حدوداً 150 سال بعد از کار کانت، میگه که مرز نهادن بر اندیشه، یا بلکه نه اندیشه که بیان اندیشه، برای اینکه بتوان برای اندیشه مرزی ترسیم کرد، باید دو سوی آن مرز اندیشیدنی باشد. تنها در زبان است که میتوان این مرز را ترسیم کرد و آنچه در آن سوی مرز قرار میگیرد مهمل است. پس روشن شد، امیدوارم
دوستان دریافته باشند که از کجا به کجا تاریخ فلسفه غرب حرکت کرده است و پیچی که ویتگنشتاین داده است به این سنخ مباحث. البته چنان که در این سه جلسه تا کنون دیده این آباء فیلسوفان تحلیلی پیش از او راسل، فریگه و مور بودند و ویتگنشتاین از پس آنها آمده است، اما چنان که عرض کردم عتی در او موج میزند و به نوعی نوع انقلاب کوپرنیکی دومی در عالم فلسفه میکنه با انتشار کتاب تراکتاتوس لوجیکو فیلوسوفیکوس. شرح بیشتر این بماند برای نوبت آتی. آخرین نکته هم که ذکر میکنم صرفا جهت اطلاع دوستان است و ارزش تاریخی دارد. راسل این کار ویتگنشتاین رو جدی گرفت، چنان که میبینید مقدمه‌ای هم بران نوشت، اما آثار دیگری ویتگنشتاین نه، از منظر راسل جدی نبودند و تا آخر عمر ویتگنشتاین هم بر سر مهر نبود با تفلسف متأخر ویتگنشتاین، یعنی آنچه که موسوم است به ویتگنشتاین دوم و از 1933 تا 1951 ادامه پیدا میکنه تا آخر عمر ویتگنشتاین. راسل با این نوع فلسفه بر سر مهر نبود و کار اصیل فلسفی ویتگنشتاین رو همین کتاب تراکتاتوس میدانست. خب ممنون از توجه دوستان، ببخشید قدری عرایضم به درازا انجامید. مشتاقم که از نکته سنجی های دوستان استفاده کنم و انشاءالله تتمه بحث رو نوبت آتی از همینجا پی خواهیم گرفت و پیش خواهیم. ممنونم. خدمتتون عرض کنم راجع به آراء فرگه که داشتید تبدیل می‌فرمودید توی بحث ابجکتیویتی معنا. ببخشید من نمی‌شنوم. عرض کردم که در تقریر آراء فرگه توی بحث ابجکتیویتی معنا بازم صداتون رفت. ببخشید. الان صدا بله الان میاد. توی بحث ابجکتیویتی معنا آراء فرگه که میفرمودیم بیشتر سلبی بحث کردیم درباره این که در واقع قطع میشه. بازم صداتون رفت. ببخشید. بله عرض کردم که توی تقریر آراء فرگه در بحث ابجکتیویتی معنا صدای من داریم؟ نه نمیدونم چیه. میخواید بگید دوستمونه بگن صدای من رو دارید شما؟ بله صدای شما رو دارم. توی بحث ابجکتیویتی معنا بیشتر توی بحث اینجا بگم الان صدای هر دو بزرگوار رفت. بله الان صدا میره میاد. خب اجازه میدید یه بار دیسکالین قطع باشه صوت و تصویر رو. ببینید میخواد اگر چیز بنویسید برای من، حالا از جهت اینکه دوستانم هستن نمیدونم یا چجوری میشه صدا میره و میاد نمیدونم چرا. الان اومد الان صدای من رو داری؟ الان دارم. بله بله بعد منده این بود که توی بحث آراء فرگه سلبی صحبت کردیم که آراء فرگه در واقع توی بحث ابجکتیویتی معنا چی نیست، ولی من متوجه نشدم که چی هست، یعنی ایجابیش رو متوجه نشدم. در واقع اینکه تصویر ذهنی شخصی در واقع تصویر هست و شخصی هست بحث کردیم، ولی اینکه ابجکتیویتی یه دقیقه میاد بعد قطع میشه نمیدونم چه بذاریم یه من چیزی رو قطع میکنم یه بار دیگه تماس میگرم با اتاقی جزوزی.
الان خوبه؟ ندارم، صدای شما رو ندارم. الان دارید صدا ما استاد؟ ما صداشو نداریم. الان صدا رو دارید؟ شدیم که در واقع قرمز رو ممکنه من در ذهنم چیز دیگری تصور و تصویر کنم و دیگری فرد دیگری اون تصور و تصویر خودش رو داشته باشه. اینا در واقع بحث سلبیش رو متوجه شدیم، اما ایجابی این که ابجکتیویتی معنا در من چی هست اگر ممکنه برای من توضیح بدیم. عرض می شود که بلا من درست نصفی از کلامتون رو متوجه شدم، نصفی دیگرش نمی اومد. حالا درست در نیفتم، منظورتون اینه که اون ذهنی بودن معنا به نزد فرگه؟ حالا کلامتون خیلی قطع و وصل می شد اونقدر که من متوجه شدم. ذهنی بودن من را به نزد فرگه با برخی از حالا شعورهای زبانی ما میخونه یا نمیخونه؟ من اینجوری متوجه شدم. میخواید دوباره توضیح بدید؟ تایپ میکنن اگر که میکنن بهتر باشه. جان یه ذره صدا زبر الان صدا خیلی توشی بفهمید لطفا دوباره؟ تایپ میکنن، تایپ الان سوال تایپ میکنن. تایپ میکنن، آخه باش. شود که درسته من در عرایزم هم آوردم در این بحث که سبقه سلبیش رو بیشتر مطمئن نظر داشتم به لحاظ ایجابی و پاسخ مختار فرگه گفتم به یه وعای دیگری به نام وعای سوم باور داره و میگوید معانی اونجا واقع شدن. اینا فرمودید مختصرا موضع فرگه رو گفتم. به لحاظ سلبی که بعد گفتم منتال ایماج رو نقد میکنه، نفی میکنه و معتقد است که ما اکسسی به محفظه ذهنی یکدیگر نداریم. به لحاظ علاوه به لحاظ ایجابی هم به یک قلمروی سومی باور داره و معتقد معانی اونجا واقع شدن، یعنی جایی واقع شدن که در منظر و مرآی همگان هستن، نه که میخواد از ابجکتیویتی معنا دفاع بکنه، یعنی امری که بین الاذهانی است و همه کاربران زبان،
به اون دسترسی پیدا میکنند و خواهند کرد، به این معنا یک وعاء و قلمروی دیگری رو محفوظ گرفته. این میشه همون وجه ایجابی موضع فرگه که در مقاله تات هم این رو به تفصیل آورده است. من اگر خاطرتون باشه در این کلاس هم آوردم که شخصا با این موضع همدلی ندارم، یا دست کم فکر میکنم معونه متافیزیکی زیادی داره و دلیلی اقامه نمی کنه فرگه که چرا ما باید وعا و قلمروی دیگری رو مفروض بگیریم برای دفاع از عینیت معنا. و گفتم موضع شخصی خود اینکه آخر با وام کردن مفهوم پرکتیس این بهتر توضیح داده شد. یعنی اونجا به یه معنا اون معانی یا معانی متافیزیکی اومده رو خود کاربر زبان، خود اوست که با اشتغال به عمل ورزیدن اون معانی متافیزیکی حداقلی رو به کار میبره و با بینگ اینگیجین پرکتیسی که میشه به معناداری تکبر پیدا میکنه. حالا اون روایت ویکنشتاینی اما هرچه که هست در مقام توضیح ابجکتیویتی معنا به اختفای فرگه گام برداشته است. فرگه سلبن اون رو نقد میکنه، آنتی سایکولوژیسم رو توضیح دادم، ابجکتیویتی معنا همه اینها در جای خود جالبه. چون وقت زیر بود نوشته بودم اینها رو ذکر نکردم. یکی از ایده های دیگر فرگه نقد تئوری صدق مطابقته و این هم جالبه. یه جور از حیثی فرگه کارش ضد متافیزیکیه، یعنی تئوری صدق مطابقت رو نقد میکنه، correspondence theory of truth رو، عدلش رو کاملا میشه از مقاله عرض میشود که اندیشه استقصار کرد و صورتبندی نمون که دست کم دو تا دلیل اقامه میکنه فرگه که چرا تئوری صدق مطابقت، یعنی صدق رو از روی تطابق تعریف کردن افاده مقصود نمیکنه. حالا جایی بستش اینجا نیست، یه وقت مایل بودین میشه بهش پرداخت. من در کلاس معرفت شناسی هم که درس میدادم این ادله فرگر یادم هست که ذکر میکردم. به این معنا مرادم اینه از تئوری صدق زائد بودن دفاع میکنه، redundancy theory of truth، یعنی معتقد صدق منتقی و مندرج در خود گزاره است. درسته؟ ببینید مثال بزنم، من وقتی میگم برف سفید است، snow is white، تئوری صدق correspondence به ما چی میگه؟ میگه برف سفید است یک مطابقی داره در عالم خارج، یه مدلولی داره، یعنی همون برفی که سفیده خب در عالم واقع رابطه تطابقی میان این گزاره و مدلولش در عالم خارج برقراره و به این میگه تئوری صدق مطابقتی. و گزاره برف سفیده است متصف به وصف صدق میشه اگر رابطه تطابقی داشته باشه با مدلولش در عالم خارج. درسته؟ این correspondence theory of truth که ما یه دونه حامل صدق داریم، truth bearer داریم که فیلم مثلا برف سفید هسته، یه fact داریم یعنی همون برف سفیدی که در عالم خارج واقع شده و یه رابطه تطابقی میان این دو. حالا فرگه این رو نقد میکنه با استدلالهایی که اقامه کرده. من مرادم اینه از حیث اینجا نگاهش نگاه غیر متافیزیکیه یا معونه متافیزیکی کمتر. درست؟ از حیث دیگری در باب ابجکتیویتی معنا میشه گفت که یک معونه متافیزیکی بیشتری رو لحاظ کرده و سراغ گرفته با مفروض گرفتن یک قلمرو دیگری. من با این دومی شخصا همدلی ندارم. اما اگه حالا موضع ایجابی به قول شما فرگه راجبه، موضع ایجابی فرگه در باب معنا هم مفروض گرفتن این قلمرو. خیلی ممنون. ممنون. خیلی ممنون. قربان شما. این دوستمون هم میخواییم بنویسن ها الان صدا داره؟ صدا میاد ایمان؟ صدا میاد، یه خود مبهمه، صدا میاد اما مبهمه، نمیدونم چرا. یه خود شما حرف بزنیم ما رو کانی زنیم بکنم راست میگم نفس دوباره نفس بکنم سلام مجدد درس میکنم خدمتتون. استاد صدای منو داری؟ دارم، یه خود مبهمه، باز یه خود حرف بزنیم چرا انگار؟ سوال همون سعی میکنم چند بار بپرسم که از این ابهام بیرون میاد. به طور مشخص این که نسبت ویتگنشتاین با متافیزیک چیه؟ ببخشید بخواید شما بنویسید بعد فکر کنم زودتر نتیجه بده. کوتاه بنویسید من میگیرم نکته رو بعد.
بشی یا بعد بشی. برخلاف پیتر هکر و خیلی دیگه که به قرائت ترانسندنتال
اگر این قرائت اخیر مد نظر باره که قائلان زیادی نداره اما به هر حال قائلان چندی داره، مطابق با این قرائت کلی اثر غیر متافیزیکی است. اما اون قرائت رایج چنان که ذکر کردم هم به معنای متافیزیکی هم به معنای ضد متافیزیکی یا بیمهر نسبت به معونه متافیزیکی، معونه متافیزیکی چشمگیر. بسیار خوب، ممنون استاد. ممنون، دارید تدارو؟ سوال دیگه ای هست، بفرمایید. نه، سوال دیگه نیست، ممنون، تشکر کنم. من هم از دوستان سپاسگزارم، ایشالا هفته آتی تتمه بحث رو پی میگیریم. ممنون، زنده باشید، خدا حافظ. امیدوارم تا هفته بعد هم این مشکل باید هر بشه تا دوست را بتوانند شد هم با سشاش رو به ترک کنند. زنده باشید، ممنون. درست میشه، بله. خدا بسیار خوب. خواهش میکنم، حالتون چطوره؟ خوبی شما؟